هم اکنون دوستان عزیز لحظه فرار رسیده است که همگی در یک جایگی تماشا میکنیم و دستگیری میکنیم پهلوان نام آشنای تاجیک کامرانشای استاپیریان که 30 سال دارد و عریفش نویل وانتت پهلوان 32 ساله نیدرلندیا پهلوان خیلی هم با تجربه است پای در پای مدال طلای گرانسلام انتالیا و گرانسلام پاریس را به گردن آویخته است نویل وانتت و کامرانشای استاپیریان باشد پهلوان ما نیست خیلی هم تجربه خوبی گوشتینی جدو را دارد برنده مدال نقره گرانسلام ابو دابی 26 نوامبر سال 2021 کامرانشای استاپیریان و اینچونین چهار مدال تیلوی گرانپری دوشنبه و گرانپری انتالیا 2018 و اینچونین گرانپری تشکن 2017 و دهم اکتبر سال 2014 در گرانپری آستانا و حالا وانتت میبلیم در مقابل پهلوان ما خود رو خیلی خسته نشون میدید و کامرانشاه باشد حالا یک نفسی تازه میبرارد و دوباره سبقت رو شروع میکند حالا نوبتی دیگر کامرانشاه با یک قد و قامت راستا خیلی خوب گوشتین میگرد و از پیش پا یک ضربه هم میزند محمد مراد عبدالرحمنوف سرمربی تیم ملی کشور حالا هنر و مهارت شاگردش را نظارت میکند حالا کامرانشاه حالا انتظار یعنی همان فرصت خوب است که پرتاف کند و داور مرکز در حال شیدای اول رو به هر دو پهلوان نشان میدید ولی هیچ جای خطر ندارد کامرانشاه رو میباید با تمام آن همون قوه و نیروی لواگیه که دارد گوشتیم بگیرد با پهلوان 32 ساله نیدرلندیا حالا خود رو خیلی قوی نشان میدید کامرانشاه و برای اینو درست گرفتن یعنی همون دست یاریف شیدوی دویم رو علاقای برای کامرانشاه استاپیریان نشان میدید علاقای دو شیدو شد رو میباید خیلی احتیاط کارانه گوشتیم بگیرد درو در حال یک شیدوی دیگر گرفتن حالا امکانی خیلی خوب با پای پای در پای ضربه میزند کامرانشاه و وانتت باشد در حال خود را دفاع میکند و خلاص و یک حالتی خیلی هم خوب برای کامرانشاه دوباره در زمین میخواهد کار کند وانتت نویل نزد در ردباند جهان در جای نهم است پهلوان با تجربه است و پهلوانی ما باشد در ردباند جهان در جای 11 هم ایستد که حالا با یک تئوری خیلی هم خوب گوشتین میگیرد حریف را به هر طرف کشوله میدید و میخواد از گلیم مرکزی بیرون برارد و اکنون شیدای دیوم را نیز نشان میدید برای وانتر داور مرکز اکنون شیداها برابر میگردند دو بر دو تنها حرکت های پای در پای یا اینکه اجرای اصول باید نشان بدید کامرانشاه استاپیریان برای با پیروزی نزدیک گردیدند حالا عریفش وان تنت خود را کنار میگرد و یک حالتی خیلی هم خوب برای کامرانشاه ولی سراول دست رو نگرفت برای تا به آخر اجرای اصول کردن
کاموشو و همین تر می شود دوستانی عزیز شیدو استیم رو با پهلوانی نیدرلندیا وان تن نشان می دهد و پهلوانی ما پیروز می گردد در مرحله اول پیروزی اولی کاموشو استوپیلیون مبارک باشد دوستانی عزیز و اکنون با مرحله دویم راحت می گیرد پهلوانی ما کاموشو استوپیلیون دوباره توجه میکنیم به همون حرکت ها و پرتفت های زیبایی که پهلوانی ما نشان داد و پیروز گردید اکنون دوستانی عزیز پهلوانی ما کامرانشای استوپیدیون با جدوگی سفید با میدان میباراید حریفش مراد فتیف پهلوانی 24 ساله آذربایجان هر دو برای گلیم مرکزی میبارایند اکنون کامرانشاه با یک تئوری جدی با میدان میبارایند با ادای احترام هر دو سبقت رو شروع میکنند پهلوانی ما 30 سال دارد و مراد فتیف باشد 24 سال دارد حالا در حال سبقت رو شروع میکنند کامرانشاه اولین شده گیربانی فتیف رو میگیرد حالا سروال چگونه گشتین گرفتنی فتیف رو میاموزد کامرانشاه با یک حالاتی خطرناک ولی قواش بسندگی نمیکند فتیف رو برای پرتاف کردن حالا کامرانشاه میخواد در زمین اصول های پرتری رو کار کند در مرحله اول پهلوانی ما پهلوانی نیدرلندیا وانتید رو نویل وانتید پهلوانی نیدرلندیا رو شکست داد و با مرحله دیوم راحت گرفت فتیف مراد باشد پهلوانی ایالات متحده آمریکا چوخن جاینی رو شکست داد و با این مرحله راحت گرفت حالا کامرانشاه نوبت دیگر در حالت راستا و اکنون این خیلی خطری کلان دارد برای کامرانشاه اکنون شیدوی اول رو نشان میدید برای پهلوانی ما و کامرانشاه رو میباید اکنون خیلی احتیاط کرانه گوشتیم بگیرد زیرا چطور قید کردیم مرحله با مرحله دشوار شدن میگیرد سبقت ها و دوباره از هیلم مرکزی بیرون میباید کامرانشاه اکنون هیچ چیز نشان نمیده دواری مرکز باتی دیگر دوباره سبقت ادامه میابد با ادای احترام دوباره کامرانشاه سبقت رو شروع میکند حالا فتیف برگشته یا برگشته آلا دستو گیدبان را میگنه کامرانشاه تنها اجرای اصول میباید کرد پرتفت های زیبایی که کامرانشاه نشان میدید حالا انتظار یا نامون گونه پرتفت های زیبا هستیم کمر را نباید بدید با فتیف امکانی خیلی هم خوب فرصت جستجو میکند حالا برای پرتاف کردن کامرانشاه استوپیدیون اکنون حالتی خیلی هم خوب ولی دوباره سری زانو می نشیند فتیف خود را خیلی خوب دفاع میکند و کامرانشاه اصول های پرتری را میخواد استفاده برد و دوباره مرکز سبقت را باز می دارد نباید خستگیش را نشون بدهد کامرانشاه حالا محمد مراد عبدالرحمنوف
برای کامران شاه مسئولیت و توصیه ها میدید. البته دیگر حالتی خیلی هم خطرناک گشته و برگشته بر زمین می نشیند. اکنون شیدای دویم را نیز برای کامران شاه نشان می دید. همین طور هم می شود شیدای دویم را برای پهلوانی ما نشان می دید داور مرکز. اکنون یک شیدای دیگر خیلی خطری بزرگ دارد و اکنون بالاخره توانست پهلوانی ما یک پرتوفتی خیلی هم زیبا نشان می دید و امتیازی وزری را از حریفش ستاند. کمی توجه بعد دواری مرکز و دواران کنجی اینکه حل نامه این سبقت رو برورد. اکنون فتیوف کمی فعال میگردد و کامرانشا رو میباید خیلی خوب استودگری کند. اکنون 30 ثانیه دیگر باقی مونده است تا به انجام. یک پرتافتی خیلی هم زیبای دیگر. اکنون کامران شاه دوباره از جای بر میخیزد، تنها فعالی خود را نشان میدهد. حالا پرتافتی که فتیوف نشان داد هیچ امتیازی نبود. نوبتی دیگر کامران شاه حالا فعالیش را خیلی خوب نشان میدهد. 20 ثانیه دیگر تا به انجام باقی مانده است. 20 ثانیه دیگر کامران شاه میتواند خیلی خوب ایستادگری کند. الکی یک قدم به پیروزی نزدیکتر است. اکنون مربی فتیوف ترک جوی خود میکند. سبقه دوباره آغاز میگردد و فتیوف باشد خود را فعال نشان میدید. 10 ثانیه دیگر تا به انجام باقی مانده است و کامران شاه را میباید خیلی خوب ایستادگری کند. نباید است گلیمی مرکزی بیرون براید و فتیوف ناراضیگی بیان میکند، ولی دیگر هیچ علاجی نیست و در اینجا کمی انتظار میشویم. ولی متاسفانه در اینجا شیدای سیم رو در 7 ثانیه باقی مونده وقتی اساسی برای کامران شاه نشان میدهند و پیروزی را برای فتیوف مراد نشان میدهند. متاسفانه پهلوان ما خیلی خوب گوشتین گرفت، توانست امتیاز وزری را ستاند، ولی این ورزش است، نباید دل شکسته شد.